هما ناطق، تاریخدان آرمانگرا، دوازدهم دی ماه 1394 در پاریس درگذشت. سرکوب اندیشه بیماری فرهنگی است که همه ما روشنفکران به نوعی گرفتار آن بودیم. هما ناطق در سال 1313 در ارومیه زاده شد. مادرش از اشراف قاجاری و پدرش مهندس راهسازی و شیفته شعر و ادبیات فارسی بود. پیش از آن که سن مدرسه رفتن باشم شیرینی میداد به شرطی که دو سطر شعر حفظ کنم. تا دبیرستان منو چهری و فردوسی و حافظ حفظ می کردم. دبستان را در یک مدرسه ارمنی گذراند و این زبان را هم آموخت و بعد به دبیرستان زرتشتیان تهران رفت. از کودکی نزد آموزگاران سرخانه فرانسه و انگلیسی آموخت. از کلاس دهم ده مرا فرستادند به انگلستان و بعد از یک سال و نیم برگشتم ایران برای امتحانهای متفرقه. 17 ساله بود که کتاب داستان خانه در کوهستان را از ارسکین کالدول به فارسی برگرداند و به چاپ رساند. بیست ساله بود که به پاریس رفت و 33 ساله بود که با نوشتن پایان نامه دکترایش درباره زندگی سیاسی سید جمال الدین از هدابادی کارشناس تاریخ شد و سال بعد به تهران بازگشت. نخست یک سالی در مؤسسه مطالعات اقتصادی استخدام شدم. کتاب چهره استعمار زده ی آلبر ممی استاد جامعه شناس فرانسوی را به فارسی برگرداندم و از 1348 تا 1359 در دانشگاه تهران به تدریس تاریخ اجتماعی ایران در دوره قاجار و تاریخ عثمانی پرداختم. ولی این میان سال 1352 یک سال در دانشگاه پرینستون آمریکا درس تاریخ دادم. او با اینکه اندیشه و احساس آرمانگرایانه و جهانبینی چپ داشت در کتابها و مقاله های تاریخیش مانند از ماست که بر ماست مصیبت وبا یا بلای حکومت و بازرگانان در داد و ستت با بانک شاهی پیشنهادهای پژوهش‌های موشکافانه علمی را رعایت می‌کرد. دو سال پس از انقلاب 57 او را اخراج کردند و برای دستگیریش به خانه‌اش ریختم ولی توانست به پاریس بگریزد. پنجاه ساله بود که استاد تمام وقت تاریخ در دانشگاه به نام سربون شد و بیش از بیست سال در آنجا به تدریس و تحقیق در رشته تاریخ و کتاب شناسی ایران پرداخت. برای من تدریس در پاریس هرگز جای کلاس های ایران را نگرفت. در ایران دانشجویان با گونه تشنگی و کنجکاوی استاد را به دادگاه می‌خواندند و از این ره در سازندگی خود استادها هم سهم داشتند. هنگامی هم که سیراب نمی شدند و آنچه را می خواستند نمی یافتند تخمه می شکستند. هماناتق در 81 سالگی در پایتخت فرانسه درگذشت.